درود لیلا. نمیخوای آواز هم بخونی برای شنوندگان؟ واقعا صدام گرفت. میخوام یکی از اینو بخونم. ولی اگه خراب کردم دیگه با خودتونه. نه خواهش میکنم. واقعا صدام گرفته. همین این تکشو بخونم براتون. حتما خیلی شنوندگان عزیزمون خوشحال خواهند شد. لری از کاری مروفت، لری از کاری مروفت، مر نیامد سال هاست. لری از کاری مروفت، مر نیامد سال. مهربان یاران گرامی، بایستی بصیرت داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، دشمن را بشناسیم. دشمن ما امروز تازیان حاکم بر ایران عقب افتاده ترین از خود تازیان دیگر کشورهای عربی هستند که روز به روز بر فلاکت و بدبختی نسل نو دارن اضافه میکنن، میافزاین و نسل کشی میکنن. شکنجه، آزار، اذیت و شما مردم بی غیرت. نیروهای ارتش شاهنشاهی بایستی بیان توی میدون، بایستی بیان توی میدون و نبایستی ما به فکر این باشیم که آیا الان چه تعداد میخوان از این جهان برن. پشه ها رو بایستی زد. پشه ای نبایستی باشه که بره توی دماغ انسان آریایی. انسان آریایی بایستی دلاوری، دلیری، سلحشوری، کاوی آهنگر بودن رو، بابک خرمدین بودن رو یاد بگیره از بچه ها، از بچه های خردسال، تا ایران رو نجات بدیم. اگر ایران رو نجات ندیم مهربان یاران، با پیوندی که اینها با این بریکس و عربستان سعودی کردن، میدونید عربستان سعودی الان در سطح جهان خیلی قوی است عزیزان من. اول سخن رو در جهان پول میگه، پول، پول، دلار، دلار رو آمریکا چاپ میکنه، اما به کی میفروشه؟ به عربستان سعودی و کشوری عربی. الان جمهوری اسلامی که با عربستان ساخته برای تو خطرناکه، برای فردای ایران خطرناکه. هر رهبر بنجل و رئیس جمهور و قائم مقام و بلال به قالب ملت ایران میکنن، سرکوب میکنن، کسی هم نخواهد آمد به نجات تو الا اینکه تو بایستی در این اندیشه باشی که با سرفرازی بگی من نامسلمانم،
دیگه مسلمان نیستم و این مرد زنده های تازی به من هیچ ربطی نداره، پدر بزرگ مادر بزرگ های خامنه ای خمینی خاتمی به من هیچ ربطی نداره. و سربلند زندگی کنید، حتی اگر در سانسور هستید مثل اکبر گلپا. 44 سال در سانسور بود، 44 سال بغض در گلوش بود. اکبر گلپا، همه اکبر گلپان در ایران در سکوت و سانسور، ولی مرد بود تا آخرین نفس، دلیر بود، عیار بود تا آخرین نفس. سلحشونه وایساد، باید از نزدیک میدیدینش تا آخرین لحظه. رستم، بدن سفت قوی، چهره، گام نهادن، قیافه، لباس پوشیدن شیک، ایرانی، آریایی، شیک پوشی بخشی از ایرانی بودن و آریایی بودن هست. عزیزان من، سنگ آرامگاهش هم زیبا گذاشته شد، گلپا فقط و عشق، فقط اسمش و واژه عشق که همواره این ساله من به همه کار خواستم بر علیه من بکنم، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونا که بد بودن با من. من نمیدونم چه خصوصیت، چرا، چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم. اگر اونا بدی کنن، بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که من چه کردم، دیگران چه کردم. مهم اینه. مرسی از جوابتون. و از سن چند سالگی شما متوجه شدین که دوست دارین تو این زمینه ادامه بدین؟ من از سن 4 سالگی 5 سالگی میداشت، صدا داشتم، میخوندم بل. مثل پسر آقای عوستا که الان میرخصه با مقشنگی. من هم خودم صدا با خودم که حس میکنم صدا دارم، یکی شو بیاریم این بد خوندیم، یا واقعا یه شعر عربی خوندم. نه، غلط نیستم، من ایرانیم، باید به وطنم خدمت کنم، خدمتم کردم، الانم راحت راحت نشستم. هر موقعی باید، ما لخت اومدیم به دنیا، با کفنم جیب نداره، با اینم میریم دیگه، اصلا چرا بدی بکنیم که این وسط یه فاصله ای رو مون رو زمین مهره بشیم که یه عزتی که قلمدو شما باشن از نام ما استفاده کنن. نه، من هیچ وقت و این من به شما قول میدم، یه در دوستان ما اشتباه کردن به خودشون ارتباط داره، هر کی راه خودشو میره. فقط عشق، محبت، دوستی. Thank you.
چاپه به رغم مدیان در کلبه گدایی خیش رنج ها رنج ها کشیدم که مپرسم مانا. به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام که به همه شما یک بار دیگه شاد باش بگم این سال رو داره پیش میره و امیدوارم که سال نکویی باشه برای ملت ایران. تاکنون نکو بوده، ما تاکنون خرسندیم، یعنی این رشد خردگرایی و آگاهی در ایران میبره ما رو به سوی آزادی. این آگاهی ملت ایران، این سلحشوری ملت ایران، این پیروزی ملت ایران، این کلاه فرهد بر سر نسل آریایی در حکمتان شما را دیدم هزاران هزار. امسالم میرید، هر سال میرید، همه صدها رو میشکنید و سرزمین آریایی رو میبرید بالا. چرا سرزمین آریایی ما و شخصیت های بزرگ ما گمنام باشند؟